مولوی حبیب الله حسام خطرت خواهی یک خانواده باعث تجاوز قشون سرخ شوروی شد هموطنان گرامی درود و سلام بر شما مولوی حبیب الله حسام قدرت خواهی خانواده باعث تجاوز قشون سرخ شوروی شد شورای عالی علمای جبهه مقاومت ملی افغانستان در دفتر بنیاد شهید احمد شای مسعود قهرمان ملی کشور در مشهد امروز چهارشنبه شش جدی نشستی را برای بررسی عوامل و پیامدهای حمله قشون سرخ شوروی به افغانستان برگزار کرد که در این نشست جمع زیادی از علما مجاهدین دانشجویان و فرهیختگان افغانستان مقیم مشهد ایران اشتراک داشته اند و در مورد یاد آوری ششم جدی اوامل و پیامدهای آن به جامعه افغانستان بحث کرده اند. مولوی حبیب الله حسن مهاجر رئیس شورای عالی علمای جبهه مقامت ملی افغانستان که در این نشست صحبت میکرد از دشواریهای های زندگی مردم در زمان حاکمیت رژیم کمونیستی در افغانستان صحبت کرد و قدرت خواهی خانواده و یک گروه تروریستی را علت اصلی لشکرکشی شوروی و افغانستان خوند که باعث کشتار آوارگی و معلولیت میلیون ها افغانستانی شد و کشور را به ویرانه مبدل ساخت آقای حسام مهاجر افزود که سالها در خانواده بر افغانستان باعث به بار آمدن رژیم فاسد مستند و بیباندوار شد که عقاید مردم را تفتش میکردند و زندان های هولناک را ساخته بودند که صدها انسان آزاده و سربلند در آن سالخی شده اند و همچنان ملکیت ها و زمین های مردم از سای رژیم قطع گردید که زمین را برای قیام مردمی مهیا کرده با گفته او زمانی که گروه مستبد حاکم با قیام مردمی را گردید از ارتش سرخ شوروی دعوت کرد تا به افغانستان برای همکاری با رژیم فاسد قبیله بیاید که این سرآغاز آغاز بدبختی مردم و جامعه مسلمان افغانستان شد رئیس شورای عالی علمای جبهه مقامت ملی افغانستان گفت که از آن جایی که ارتش سرخ شوروی در فکر گسترش قلمرو خود و افکار کمونیستی بود با استفاده از این فرصت به افغانستان آمد و روزهای سیاه و تاریک را به مردم افغانستان رقم زد او با اشاره به وضعیت حاکم در افغانستان نیز گفت که زندان های مخوف طالبان و ظلم این گروه نیز شبیه به آنچه که در های حاکمیت یک خانواده وجود داشت قرار گرفته و احتمال قیام های بزرگ مردمی در برابر این ستم و ظلم گروه حاکم نیز وجود دارد عبدالحفیظ منصور عضو ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان که در این نشست صحبت میکرد نیز علت اصلی لشکرکشی قشون سرخ شوروی به افغانستان را گسترش مارکسیزم و لنینیزم خواند و افزود که مکتب مذهب کمونیسم در نتیجه مجاهدات و ایستادگی مردم افغانستان با شکست مواجه شد آقای منصور که بحث را با علل حمله قدرت جهانی به افغانستان آغاز کرده بود گفت که در زمان مختلف قدرت بزرگ به علتهای مختلف از جمله موقعیت جغرافیایی اهمیت سیاسی و اقتصادی به این کشور لشکر کشی کرده اند و گفته ای او سابقه لشکر کشی قدرت بزرگ به جغرافیای افغانستان امروزی به هفت قرن قبل از میلاد مسیح می رسد که به دلیل موقعیت جغرافیایی و اینکه چه یک چهار راه را در منطقه داشته مورد قرار گرفته است او افزود که در چند دهه اخیر دو قدرت بزرگ از جمله شوروی سابق به هدف گسترش ایدئولوژی خود و آمریکا به هدف سیاسی و اقتصادی به افغانستان آمده اند سید هادی بلخی از مجاهدین سابق افغانستان که در این نشست صحبت می کرد در مورد ارزش یادآوری از این روز و سایر روزهای تاریخی گفت که باید جوانان و نسل های امروزی در مورد روزهای مهم تاریخی بدانند و از آن درسهای برای آزادی و استقلال خواهی خود بگیرند او با اشاره به تاریخ های گفت که برای نسل های امروزی قاتلین و جلادهای های مردم افغانستان قهرمان سازی می شوند و این به عدالتی و به انصافی در حق مردان آزاده و مبارزه است او از تاریخ نکران خواست که واقعیت های افغانستان را بازگو کنند تا نسل امروزی و آینده افغانستان از مظالم گروه ها رژیم ها و افراد آگاه شوند شش جدی سال سیزده روز ارتش قشون سرخ بر افغانستان است که همه مردم افغانستان و مجاهدین این کشور از این روز و پیامدهای شما آن صحبت می کنند ارتش سرخ شوروی ها را در افغانستان و علیه مجاهدین سابق جنگید اما نتوانست به اهداف خود برسد و در برابر مجاهدین افغانستان شکست خورد که منجر به شکست جهانی ایدئولوژی کمونیستی گردید دکتر نجیب الله که آخرین رئیس جمهور رژیم کمونستی بود قدرت او به دست مجاهدین سابق سقوط کرد و خود او توسط طالبان در شهر کابل به دار آویخته شد با تشکر که تا اخیری این ویدیو با ما همراه بودید جهت اطلاع از ویدیوهای جدید و روزانه ما چینل یوتیوب و ما را سابسکرایب نمایید